سلام، خیلی خوش اومدید به کانال داوینچی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این دفعه میخوام بهتون بگم که چجوری فونت فارسی رو توی شیت ها و توی کارهاتون استفاده کنید و چجوری فونت فارسی بنویسید. من تصمیم گرفتم که از این به بعد کارامو توی پینترست و اینستاگرام هم باهاتون به اشتراک بذارم. اگر دوست داشتید میتونید اونجا هم ما رو دنبال کنید. لینک ها و اسم پیج ها هم تو صفحه اصلی یوتیوب هست، کانال یوتیوب، هم توی دیسکریپشن همه ویدیوها هستش. اگه دوست داشتید میتونید از اونجا دنبال کنید. بریم رو اون دوربین بهتون توضیح بدم. خب این برگه کاغذ ما 4 خط نیاز داریم برای اینکه فونتمون رو بنویسیم. خب این خط رو که کشیدیم، یه خط پایین این و یه خط بالاش میکشیم. این خطایی که میخوایم بکشیم، این فاصله بینش، این فاصله باید نصف این باشه تقریبا، نه دقیقا ولی تقریبا نصفش باشه. تقریبا نصفش باشه. اگه این آ هست، این میشه 2 آ، 2 برابرشه. این خط وسطی 2 برابرشه. خب ما چیکار میکنیم؟ ما اصل حروفمون رو این تو مینویسیم، حالت کلیش رو مینویسیم. یه سری حروف بعضی قسمت هاشون بالاتر یا پایین تر قرار میگیره. کار بعدی که انجام میدیم اینه که یه چیزی مثل رفرنس برای خودمون به وجود میاریم. یه سری خطوط به فرم اشک برای خودمون اینجا میکشیم. اشک. حالا ممکنه این اشکه یه خورده پهن‌تر باشه یا یه خورده باریکتر. مهمترین نکتهش اینه که از هر فرمی استفاده میکنید شکل هم باشه. اگر به این فرم همشون تا آخر همین طوری باشه، اگر به این فرم تا آخر همین فرم باشه و تغییر نکنه، این باعث میشه که یه دست‌تر بشه فونتمون. بذارید یه مثال اینجا براتون بزنم. به عنوان مثال من با این مداد بکشم که کم رنگ تر باشه. یه اشک، 2 اشک، 3 اشک. میخوام حرف پ، ت، ب یا فرق نداره هر کدوم از اینا رو بکشم. خب میام از اینجا شروع میکنم، اینو ادامه میدم و اینجا میبندمش. میتونه این ب باشه، البته نقطه ها رو چه پایین چه بالا روی این خط ها سعی میکنیم بذاریم. میتونه ب باشه، میتونه ت باشه، میتونه پ باشه. اگه 2 در نداریم میتونه پی باشه یا حتی 3. اینا رو میشه اینجوری نوشتش و هیچ بایدی هم توش نداره. هر کسی فونت مخصوص به خودش رو میتونه درست کنه. مثلا من خودم میتونم 3 فونت مختلف استفاده کنم با همین روش. یکی میاد میگه من میخوام این قسمت رو بچسبونم، هیچ اشکالی نداره، بازم همونطور میشه. منتها وقتی یه چیز رو تغییر میدید تا آخرش باید همون فرم ادامه بدید و بقیه حروف هم همون تیپ استفاده کنید. من یه دور همه حروف رو با این روش براتون انجام میدم توی پینترست و اینستاگرام هم براتون میذارم که اگه خواستین یه چیزی حالت سرمشق تقریبا داشته باشید که بدین فرم اصلی چطوره. ولی هیچ بایدی توش نیست، شما میتونید خیلی راحت تغییرش بدید، هر جوری که خواستید ادیتش کنید و فرمای خودتون رو به وجود بیارید. حتی میشه این کار رو با فرمهای دیگه. خیلی بزرگ شد، چرا؟ خب میشه با فرم‌های دیگه غیر از اشک انجام داد. هر فرمی، اکثر فرم‌ها میشه، مثلا میتونید از مربع استفاده کنید، دایره استفاده کنید. مثلا میخوام بنویسم که، اگه فرم مربعی باشه این که، یا یکی دیگه میگه من میخوام که رو اینطوری بنویسم، اینو میارم اینجا. یا همین قسمت که هم تراز بشه، سرکشش رو تا اینجا میارم که، حالا یا گ، فرقی نداره. خیلی فونت های مختلف میتونید درست کنید، حتی با یه فرم، مثلا با اشک یا با خود مربع، دایره، با هر کدوم از اینا کلی حالت های مختلف میتونید بنویسید. فرقی نداره ما چه حرفی رو میخوایم استفاده کنیم. حروفی که دندونه دار هست مثل سین، شین، حتی این دندونه های پ، ت و اینها رو هم میشه صاف گرفت.
مثل الف خیلی صاف بگیریم، مثلا الف رو بخوام بنویسم خیلی صافه. حالا سین اگه بخوام بنویسم سه تا دندونه میذارم قبل اینکه اون ادامهشو بنویسم. خب سه تا دندونه میذارم، این سه تا رو که گذاشتم، خب اینو که به این وصل میکنم، دندونه هاش به وجود اومد. اگر اینجا یه قطره اشک دوباره من بکشم، خب اینو میارم پایین و میفرستم روی این قسمت اشک، ولی اینجا رو چین بکشم تا همین زیر، تا همین محدوده خود اشک، این محدودهی که هست اجازه دارم بیام پایین یا برم بالاتر تو هر حرفی. خب اینو میارمش پایین، حالا یا تا اینجا میارم یا یکی میخواد که تا بالا بیاره هر جو. ولی خب زشت میشه دیگه بعضی چیزایی خورده، من تا همین قسمت میارم. این شد سین. یا اگر حرف سه به حرف دیگه بخواد بچسبه که خب خیلی راحته و ادامه هر حرفی که حالا هست، سین باشه شین باشه فرق نداره. خب چند تا از اینا رو بکشیم با هم که ببینیم چه جوری در میاد. خب الف که خیلی ساده است، میاد پایین. من اینجا کلی اشک کشیدم، خطا رو کشیدم، آماده است که کار انجام بدم. حرف ب، پ، ت، س، اینا رو که میخوایم بنویسیم، من تا بالا نمیبرم دندونشو، تا همین وسط تقریبا تمامش میکنم. خب و اینکه برای این از سه تا اشک استفاده کردم، سه تا اشک استفاده کردم، میتونه ب باشه، پ باشه، ت، س، هر کدوم از اینا فرمشون عین همه، خیلی با هم فرق نداره. یا مثلا ب که دنبالش یه حرفی بیاد، ب اول، میتونم از این استفاده کنم، از یه اشک استفاده کنم و اینجا ببندمش، یا میتونم که اینو صاف بگیرم، دندونش رو به کل صاف بگیرم. حرف خ، جیم، چ، ه، اینا رو، ه جیمی اشک رو میام تا اینجا، تا اینجا اشک مشخصه. بعدش رو چیکار میکنم؟ بعدش وقتی میخوام بیام پایین تو محدوده اشک، اگر این اشک منه، یه خطچین میکشم، میگم بالا و پایین، این اجازه دارم حرکت کنم، اجازه ندارم که بیشتر از این برم یا عقبتر از اون برگردم، تو همون محدوده اینو میکشم. حالا میتونه خ باشه، میتونه چ باشه، میتونه ه باشه. حرف بعدی دال و زال، از سر اشک حرکت میکنم تا انتهای اشک. روزه، روزه دقیقا همونطوره. این اگر اشک ما باشه، من این نقطه چینشو میکشم، دنباله ر یا ز رو فقط تا همین محدوده خطچین اجازه دارم که بکشم، فقط تا همین خطچین. و حرف سین و شین، دندونه ها رو میذارم، یک دو سه، این از دندونه ها، یه اشک هم این طرف دارم، دندونه دندونه. خب حالا همین رو میام پایین، میرم قسمت اشک، همینجا میبندم، یا میتونید بالاتر هم ببرید اگر هم شین باشه. خب سات و زاد، یه اشک رو کامل میکشم، بالای دندونه میدم و اشک بعدی رو دوباره مثل همین سین و شین حرکت میدم، ساد یا زاد. خب تازا، دوباره یه اشک کامل رو میکشم، یه نیم اشک میرم به سمت جلو و یه فرم الف میذارم برای عین و غین،
از این قسمت اشک شروع میکنم تا اینجا، بعد میام پایین و اینجا میبندمش، ان یا غن میشه. برای حرف ف دوباره یک اشک کامل، دو تا اشک میرم جلو و اشک دوم میبندمش ف. برای حرف غ یک اشک کامل رو اینجا میکشم، تو اشک بعدی باید ببندمش، میام پایین و اینجا بستم. برای حرف که و گ یک اشک رو نصفه میکشم، میرم جلو و تا همین قسمت اشک تمامش میکنم. سرکش و اون کلاهی که میخوایم برای که و گ بذاریم نباید از این قسمت جلوتر بیاد، تا همینجا کافیه که یا گ. برای حرف لام یه الف اینجا میذارم، دو تا اشک فاصله، اشک دوم همینجا بستمش، یه اشک کامل، از این قسمت میرم وسط اشک بعدی، همونو میامش پایین. برای حرف نون دو تا اشک در نظر میگیرم، از اشک اول میام این قسمت، اشک دوم میام این قسمت، اینو میبندم، یا اینکه از همین اول میرم و میام بالا. اینم حرف نون. حرف واو یه اشک کامل، قسمت پایینش دنبالش تا زیر خود اشک، از خود اشک جلوتر نمیرم. حرف ه که خیلی ساده است، خود اشک. حرف یه دو تا اشک نیاز داریم، مثل حرف نون این رو تا اینجا میذارم و این قسمت رو تا ابتدای خود اشک یه دندونه کوچیک میدم که مشخص بشه حرف یه هستش. عین رو اگر بخوایم حرف چسبیدهش رو که اول نیاد اون رو بنویسیم چجوری مینویسیمش؟ ما دوتا اشک داریم اینجا، میایم از این قسمت پایین اشک شروع میکنیم به سمت بالا میریم، حرکت صاف، اشک بعدی رو همین حرکت معکوسش میایم پایین، این شد عین حرف وسطش. هی دو چشم رو چجوری میکشیم؟ هی دو چشم رو این اشک رو کامل میکشیم و از این قسمت وسطش تا اواسط اشک بعدی حرکت میکنیم. خب حالا چند تا چیز به عنوان مثال بنویسیم. مثلا بنویسیم معماری، یه اشک کامل، عین، دوباره یک اشک کامل، یه نیم اشک میام جلو و الف رو میذاریم، حرف ر، دو اشک برای یه دندونه کوچیکش. معماری یا آشپزخانه، حرف الف، استثنان سرکش آ رو بالاش میذارم، بالای خط سوم میذارم، سه تا دندونه برای شین، یه دندونه هم برای پ میذارم، حرف ز، حرف خ، الف روش میچسبونم، میتونم پایین تر هم بیارم. مدرسه یا سرویس بهداشتی، بهداشت. خب اینجا برای یه که میچسبه به حروف قبلیمون چیکار میکنیم؟ اینجا شعر رو دارم، بهداشت ت، ت رو یک مقدار میام جلو تقریبا یه اشک،
و بعد یه رو ادامه میدم و میکشم. بهداشتی دیگه مثل این یه نمیکشم که بیام بالا، از کف همین خط یه نیم خط میکشم که بتونم یه رو تمومش کنم. خب پس یک بار دیگه بگم، ما 4 تا خط نیاز داریم. یک، دو، سه، چهار. خب فاصله این خطا چجوری باید باشه؟ شما هر فاصله میخواین که حالت کلی حروفتون و کلماتتون داشته باشه رو باید این محدوده در نظر بگیرید. خب این محدوده در نظر میگیرید و دو تا خط دیگه بهش اضافه میکنید. فاصله اینا چجوریه؟ هر چی که این هست، این قسمت هستش، قسمت وسط، قسمت‌های بعدی باید نصف اون باشه، یا مثلا هر چی که برعکسش فرقی نداره دیگه. این قسمت هر چی هست، این قسمت وسط باید دو برابر این قسمت باشه. اگر این آ باشه، این کوچیکا، لاینای کوچیک ما اگه آ باشه، این لاین وسط بزرگ دو برابرشه، دو آ. این از این که گفته بودیم و با حروف دیگه هم میشه کشید، با فرم های دیگه هم میشه کشید، همونطور که گفتم با مثلث، مربع، دایره یا شکل های دیگه.